سلام و درود به هممیهنان عزیز و بینندگان گرامی برنامه چالش ها. بحث و گفتگوی این برنامه رو هم اختصاص دادیم به قیام قهرمانانه مردم ایران. های تویدی، با تشکر از حضور شما در استودیو. خواهش میکنم. درود بر شما. خسته نباشید. خیلی ممنونم. آخوند روحانی بر سر قبر دجال همین چهارشنبه گذشته اومد سرنوشت رژیم شاه رو با سرنوشت رژیم آخوندی مقایسه کرد. اجازه بدین جملاتی از اون رو در همین سر قبر دجال بشنویم، من بحث و گفتگومون رو ادامه بدیم. خواهیم کنم. رژیم گذشته‌ای که فکر می‌کرد سلطنت او مادام العمر و حکومت سلطنتی ابدی است، به این دلیل همه چیز را از دست داد که صدای نقد مردم را نشنید، صدای اعتراض مردم را هم نشنید، فقط یک صدا شنید و اون صدای انقلاب مردم بود. برای حکومتی که فقط می‌خواهد صدای انقلاب را بشنود بسیار دیر است. حکومت‌ها باید صدای نصیحت مردم، خواست مردم، مطالبه مردم، انتقاد مردم و اعتراض مردم را به خوبی بشنوند. بله، همونطور که ملاحظه کردین آخوند روحانی بله. سر قبر دجال میاد وضعیت رژیم خودشون رو با وضعیت رژیم شاه در مرحله سرنگونی مقایسه میکنه. اما دیروز در کرمان سعی کرد یه مقدار این حرفا رو تعدیل بکنه. آقای تویدی، به نظر شما اصلا چرا میاد این حرفا رو میزنه و بعد بخواد رفع و رجوعش کنه؟ دلیلش چی هست؟ اساتید روحانی همطور که الان شنیدیم و دیدیم دو نکته تو حرفاش میگه. یکی این که صحبت از شنیدن صدای انقلاب در کار هست، اعتراضاتی بوده، انتقاداتی بوده که به انقلاب تبدیل شده و صدای انقلاب بلند شده. یه نکته مهم دیگه ای که میگه که دیره وقتی که کسی صدای انقلاب رو میشنوه ولی صدای اعتراض و انتقاد رو نشنیده، دیگه دیره. خب صحبت از رژیم شاه میکنه ولی در این حال حرفش رو تعمیم میده، میگه حکومت هایی که دچار چنین وضعیتی بشن اونها چنین سرنوشتی پیدا میکنن، یعنی دیگه دیر هنگامه. و در ادامهش هم خب اشاراتی میکنه، کلماتی به کار میبره، حرفهایی میزنه راجع به خودشون، حتی دولت خودش این ادامه میده، که خب مشخصه که اگرچه از عمومیت سرنوشت حکومت‌های اینجوری صحبت میکنه به مقایسه با شاه میکنه، ولی به طور خاص مرادش و منظور نظرش وضعیت رژیم هست. و این هم چیزیست که خب هر کسی، هر ناظر سیاسی متوجه میشه، کما اینکه خبرگزاری فرانسه هم همین نکته رو روش انگشت گذاشته بود که روحانی گفت که اگر از سرنوشت رژیم شاه درس نگیریم با انقلابی دیگه روبرو خواهیم شد. یعنی خبرگزاری خارجی هم موضوع رو متوجه میشه. و اما شما میگین خب چرا این حرفا رو میزنه؟ ببینید روحانی به عنوان رئیس جمهور دستگاه یا خامنه ای، مهمتر خود خامنه‌ای در رأس کل سیستم و نظام، یه واقعیت‌هایی رو نمیتونن بپوشونن. یعنی نباید مقایسه کرد با این مثلا شیپورچی های تبلیغاتی رژیم که خب هرچی میگن. اینها بایستی جدیترین واقعیت‌ها رو بهش اذعان کنن و حس میکنن. و حتی من فکر کنم هیچ کسی به اندازه اینها نمیتونه اون پیام تکانها و طوفانهای شدیدی رو که در جامعه اتفاق میفته متوجه بشه، به خاطر اینکه به سرنوشتشون مربوط میشه. از این نظر اینکه چرا میگه برای حل مسائلی که باهاش مواجه هست ناگزیره بگه این حرف رو که چنین طوفانی در کاره، چنین صدایی بلند شده، چنین وضعیتی دستگاه باهاش روبرو هست. خب البته طبیعتاً چه او چه خامنه ای در چارچوب امنیتی و به اصطلاح طرح‌های
مقابله با انقلاب و قیام صحبت میکنن، ولی در همون چارچوب امنیتی که صحبت میکنه، وقتی که رئیس جمهور دستگاه یا اون که رهبر دستگاه نمیتونه نگه، باید بگه از همونجا طرح امنیتیشو شروع کنه که حالا چه باید کرد. بنابراین یک جبری و یک حتی نفعی در کاره در بیان این واقعیت برای کسی مثل روحانی که در این شرایط قرار گرفته و یا خود خامنه‌ای. بله آقای توحیدی، در بحث‌های هفته گذشته شما مطرح کردید بعد از اون شعار تیزبینانه و هوشیارانه دانشجویان که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، بحث خیلی روشن. اتفاقا اینها هم جناح‌های رژیم هم فهمیدن، ولی چرا روحانی میاد باز اینطوری وارد میشه و ترفند جناح بازی رو مطرح میکنه؟ خب این میخواد بگه که به اصطلاح اگر راهی باشه و شانسی باشه با منه و با جناح منه. حالا چرا به این متوسل میشه، همون ترفند رو مطرح میکنه، یا چرا این حرف رو میزنه همون سوال اصلی که اولی که مطرح کردید؟ خب ببینید، بله انقلاب و قیام، قیام مردم اعلام کرد پایان ماجرای این بازی ها رو، ولی در این حال وقتی طوفان انقلاب به پا میشه آغاز یه ماجراهای دیگری هم هست. این ورود و خروج این بابا یا این که این حرفا رو به این شکل میزنه، به اینطوری طرح میکنه، بیانگر ماجرای جدیدی است که وجود داره من جمله توی خودشون، من جمله توی دستگاه. ببینید صورت مسئله اینها الان عوض شده. شما با همین نماز جمعه های امروز هم اگه دقت کنید ببینید توش صورت مسئله چیه. طوفان انقلاب که به پا شده، صورت مسئله سرنگونی سیستم، صورت مسئله خطر قیام، صورت مسئله خطر مجاهدین برای کلیت سیستم، یه چیزی است که اینا ازش گریزی ندارن. ماجرای جدیدی شروع شده. خب بر همین سیاق میشه سوال کرد چرا دو روز یا یک روز دو روز بعد از این طوفان قیام و انقلاب روحانی شروع میکنه زنگ زدن، تلفن زدن به رئیس جمهور فرانسه که آی جلوی مجاهدین رو بگیریم. چرا این کار رو میکنه؟ بعدم تو تلویزیون ایناشو اعلام میکنه. یا چرا آخوند خاتمی که اصلا ساکت و در کنار از ماجراها بود، یهو پاشو که وسط صحنه میذاره حرفایی میزنه، حمله به مجاهدین و خطر منافقین و تروریست ها و فلان اینا رو مطرح میکنه، و بعدم تو اون روحانیون مبارز که اصلا تعطیل بود دستگاهش رفته بود شروع کرد به صحبت و از این ماجراها صحبت میکنه. چرا این کارو میکنه و حرفایی میزنه که حتی بعضی از باند خودش گفتن آقا تیر خلاص دادی به سیستم بازی اصلاحات؟ چرا این کارو میکنه؟ چرا رو خطر مجاهدین میاد انگوش میذاره؟ یا اصلا خود خمینی، خود خامنه ای چرا اون داستان مثلثش رو مطرح میکنه و میگه که آقا ماجرا در شهرها دست سازمان مجاهدین بوده؟ با این بیان و این صراحت چرا این کارا رو میکنه؟ اینها دیگه اون ماجرایی است که آغاز شده. طوفان انقلاب پایان یه ماجرایی بود ولی آغاز ماجراهای جدیده و اینا رو به اصطلاح الزاماتش ناگزیر میکنه. بله، حرفای روحانی تو باند خودش واکنش‌های متفاوتی داشت. مثلا حتما دیدین که آخوند ابتهی که تو دولت خاتمی حضور داشت، حرفای روحانی رو تکراری و بی‌ارزش تلقی کرد و گفت هر وقت مدیری مورد انتقاد قرار میگیره، به جای پاسخگویی به انتقادها خودش همون انتقادها رو با صدای بلند تکرار میکنه. همین حوادث اخیر نشان داد که جامعه احساس میکند با انتخابات تغییری ایجاد نمیشود و مردم حاکمیت را به صورت یک بدنه به هم پیوسته میبینند. چرا ابتهی میاد اینطوری روحانی رو سنگ روی یخ میکنه با اینکه از جناح خودش؟ خب ببینید این هم بخشی از همین ماجرای جدیده. ماجرای جدیدی که شروع شده در اثر انقلاب و قیام مردم ایران، کار به جایی میکشه که خب این هم میاد این حرف رو میزنه، میگه یعنی این حرف فایده نداره، باید کاری کرد. این که چرا میگه، در جهت همون حرف روحانی میگه، چون روحانی هم که این مسئله رو طرح میکنه که آی اینجوری کار به اینجا کشیده، منظورش اینه که به من میدون بدین
منظورش اینه که من بتونم یک کار اینو داره طرح میکنه. اینم در واقع اگرچه روی ظاهر سخنش خب ایراد به اون میگیره که مسئولی میان این حرفا رو میزنن، ولی حرفش اینه که آقا جان حرف درمانی هم فایده نداره، یعنی باید همون رو ادامه داد. یعنی در واقع به نوعی هم به روحانی این اعتراض رو میکنه، تو هم اگه قرار باشه فقط حرف درمانی کنی و در عمل کارت خامنه ای رو بازی کنی، چون روحانی بعد از این انتخابات خیلی بازی میکرد، هر چیزی که خامنه ای میگفت اجرا میکرد، اون داره به این اعتراض میکنه، در این حال میخواد بگه آقا جان وضع خرابتر از این حرف هاست، ولی بخشی از همین ماجرا است. بله، در رابطه با صحبتی که کردیم میخوام به یک موضوع در همین رابطه اشاره کنم. زیبا کلام بازم از باند خود روحانی در مورد حرفای روز چهارشنبه روحانی در یه مصاحبه گفتش که هیچگاه سابقه نداشته که روحانی چنین موضع‌گیری داشته باشه و این برخلاف رویه محافظه‌کارانه بوده که بعد از انتخابات روحانی در پیش گرفته بود. بله. حالا روحانی قطعاً میگه، اضافه میکنه، روحانی قطعاً از میزان نارضایتی و پشیمانی مردمی که در انتخابات شرکت کردند و به او رأی دادند با خبر است. حالا میخواد نتیجه بگیره، شاید میتوان گفت میخواهد کمی گذشته را جبران کند. آیا روحانی میتونه چیزی رو جبران کنه یا مانور جدی در این رابطه داشته باشه؟ خب به سادگی میشه به خود روحانی استناد کرد تو همون حرفی که ازش الان قسمتی جانم شنیدیم، میگفتش که دیره، وقتی پای شنیدن صدای انقلاب به میون میاد دیگه دیره، چون صدا رو اگه میخوای بشنوی تو اون نقد و اینها بشنو، بنابراین خیلی دیره، خیلی دیره. و این که حالا این مثلا فرد یا خیلی از این باند روحانی یا اصلاح طلب، باند مغلوب رژیم، هر کی رو بگیم، از خاتمی تا عجاریان تا این زیبا کلام، همه اینا رو چیزا و نوشته هاشون رو که بخونین، آخرش میرسن باز به همین که این روحانی براشون مثلا یک کاری بکنه و امیدی به این چیزا میبنن. البته یک تناقض بسیار بزرگ هم اینا باهاش مواجهن در عمل، که در بعد از این قیام ها همشون بالاتفاق تصریح کردن در هر چی نوشتن و گفتن که آقا توی این قیام هیچ یک از باندها و جناها و دسته‌بندی‌های درونی رژیم، نه مهره‌هاش، نه رأسش، نه بدنش، حتی نیروهای بدنش شرکت و حضوری ندارن. خب خود این حرف معناش اینه که هیچ چاره‌ای هم دیگه کاری از دست اینها هم ساخته نیست، و حتی اینکه خودشون میرسن به اینکه باز دوباره امامزاده مثل روحانی رو علم میکنن، و حتی عجاریان درخواست کرده بود که آقا جناح راست تعلیق کنه اون چیزایی رو که علیه روحانی میگه و اگه میخواد کاری بکنه تعلیق کنه مثلا، ولی در این حال اونم گفته بود که باز امواج اعتراضی که به دریا تشبیه کرده بود میره، ولی دوباره قوی تر برخواهد گشت. نخیر، این دیگه همون پایان ماجراست. واقعا کاری از اینها ساخته نیست، میدانی برای بازی اینها نیست، و خب ما میبینیم میدون دارم الان در صحنه حرفای این آخوند احمد خاتمی رو شنیدین که در نمایش جمعه چجوری دم از این میزد که آی ما به حزب الله حمایت میکنیم، موشک هم میسازیم، ال میکنیم، بل میکنیم، از این توپ و تشرها و همه حرفش همین بود که الان کیان نظام در خطره و ولایت در خطره. یعنی کار به طوفان انقلاب کشیده، هم پایان ماجرای بازی های جناحی اینها و مانورهای امثال خاتمی و روحانی است، و هم آغاز ماجرای قیام مفرینانی که امروز در تهران هم دوباره فریادهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر کلیت نظام رو تنین افکن کردن. بله، متشکرم آقای تویدی. به نظر میرسه با ماجرایی که تازه آغاز شده رژیم هم در بد وضعیتی قرار گرفته. میگذاریم برای بحث‌های بعد، انشاءالله دنبال میکنیم در مورد قیام مردم ایران. با تشکر از همیهنان عزیز و بینندگان گرامی که این برنامه رو هم با ما همراه بودن، تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.